سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستین. در ابتدا میخوام از دوستانی که به تازگی همراه ما شدن خواهش کنم که لطفا ما رو سابسکرایب کنن و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنن. در این ویدیو میخواییم در مورد خوراکی که موجب تحریک سردرد و ایجاد حملات میگرنی میشود صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو در فارسی نت همراه ما باشید. رژیم غذایی تأثیر غیر قابل انکاری بر وضعیت سلامتی ما دارد. برخی از خوراکی هایی که در رژیم غذایی روزمره ما وجود دارند میتوانند جزء عوامل محرک سردرد و حملات میگرنی باشند. همراه ما باشید تا در این ویدیو چند خوراکی را که موجب تحریک سردرد میشوند برایتان بگوییم. 15% از بزرگسالان سراسر دنیا با میگرن دست و پنجه نرم می‌کنند. میگرن ممکن است سردردی عادی یا یک سردرد شدید همراه با علائم دیگر باشد و می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر کیفیت زندگی مبتلایان به این بیماری بگذارد. با وجود چند دهه تحقیق و بررسی، علت دقیق میگرن هنوز ناشناخته مانده است. البته کاملا واضح است که رژیم غذایی نمیتواند میگرن را ایجاد کند، ولی با این حال یکی از عواملی که میتواند موجب تحریک سردرد در افراد مبتلا به میگرن باشد است. در واقع بین 10-60% افرادی که میگرن دارند ادعا میکنند که خوردن بعضی از غذا سردرد آنها را تشدید میکند. 1. پنیر کهنه. بسیاری از پنیرها برای آماده شدن باید چندین ماه فرایند تولید را طی کنند. پنیر به عنوان یکی از تحریک کننده های میگرن شناخته می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده، این فرضیه مطرح می شود که دلیل محرک بودن پنیر کهنه این است که این نوع پنیرها معمولاً حاوی مقادیر زیادی تیرامین هستند که این عامل می تواند بر رگ‌های خونی تأثیر بگذارد و در نهایت منجر به سردرد شود. دیگر غذاهایی که میزان بالای تیرامین دارند عبارتند از غذاهای کهنه، فراوری شده، خشک شده، دودی یا در قالب ترشی آماده میشوند، از جمله پنیر چدار، پنیر سوئیسی، سالامی، توفو و کلم ترش. 2. شکلات. شکلات هم معمولا به عنوان محرک میگرن معرفی میشود. دو ماده به نام فنتیل آمین و فلونوئید که در شکلات وجود دارد عامل اصلی محرک بودن این ماده غذایی برای میگرن و انواع سردرد هاست. البته شواهد این ادعا هنوز متناقض است. چند مطالعه اندک نشان داده است که شکلات در افراد حساس میگرن را شدید میکند. 3. گوشت های فراوری شده. گوشت های فراوری شده یا عمل آورده شده مثل انواع هات داگ دارای مواد نگهدارنده هستند که آنها را با نام نیترات و نیتریت میشناسیم. در واقع در دهه 1970 زمانی که برای اولین بار عده‌ای بر اثر مصرف نیتریت دچار سردرد شدند، غالبا این سردردها را سردردهای هات داگی مینامند. امروز هنوز هم گوشت های فراوری شده به عنوان یکی از عوامل تحریک سردرد گزارش میشوند. نیتریت با انبساط رگ‌های خونی میتواند بر میگرن تاثیرگذار باشد. با این حال برای اثبات ارتباط نگهدارنده ها و تشدید سردردهای میگرنی باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. 4. غذاهای چرب و سرخ شده. چربی میتواند حساسیت به میگرن را افزایش بدهد، به این دلیل که سطح بالای برخی از انواع چربی ها در خون به تولید پروستاگلاندین ها می شود. پروستاگلاندین ها موجب بسته شدن رگ های خونی می شود و این عاملی برای میگرن و تشدید سردرد هاست. یکی از تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که افرادی که رژیم غذایی پرچرب دارند و در روز بیش از 69 گرم چربی مصرف می کنند، دو برابر بیشتر از دیگران دچار سردرد می شوند. در این تحقیق مشخص شد که بعد از کاهش دادن میزان چربی مصرفی، شدت و تناوب سردرد این افراد کاهش یافته است. تقریبا 95% از شرکت کنندگان بعد از اینکه رژیم غذایی خود را به یک رژیم غذایی کم چربتر تغییر دادند، 40% بهبودی را در سردردهای خود تجربه کردند. تحقیق دیگری در زمینه رژیم گیاهخواری کم چرب نیز شامل کاهش میزان و تناوب سردرد بوده است. با این حال در هر دو تحقیق عوامل دیگری در کنار کاهش مصرف چربی تغییر کرده بودند، مثلا کاهش وزن یا مصرف محصولات حیوانی. بنابراین نمیتوان با اطمینان گفت که فقط کاهش دادن میزان مصرف چربی مسئول بهبود شرایط مبتلایان به میگرن بوده است. 5. برخی از غذاهای چینی.
MSG یکی از طعم دهنده های بحث برانگیزی است که به بعضی از غذاهای چینی و غذاهای فراوری شده اضافه می شود تا طعم غذا را لذیذتر کند. گزارش های از سردرد در پاسخ به مصرف این مواد برای چند دهه رایج بوده. البته مدرک این تاثیرگذاری هنوز مورد بحث است و هیچ تحقیق رسمی و دقیقی ارتباط بین مصرف آن و میگرن را تایید نکرده است. از طرف دیگر این غذاها به غیر از MSG مقدار زیادی چربی و نمک هم دارند که این دو عامل هم می توانند از دلایل تحریک سردرد باشد. با این حال این ماده هنوز هم به عنوان یکی از دلایل تحریک سردرد و حملات میگرنی معرفی می شود. 6. قهوه، چای و سودا. کافئین معمولا به عنوان دارویی برای سردرد در نظر گرفته می شود. اما در کمال تعجب باید بدانید که بعضی از شواهد نشان می دهد که این ماده به طور غیر مستقیم می تواند محرک میگرن باشد. سردردهای ناشی از ترک کافئین یک پدیده شناخته شده است. سردردی که یکی از اثرات کاهش سطح کافئین است و زمانی اتفاق می افتد که رگ‌های خونی بعد از انقباض در پاسخ به مصرف کافئین دوباره منبسط می شوند. این فعل و انفعالات می تواند سردردهای میگرنی را در افراد حساس تحریک کند. با این وجود ترک کافئین غالبا سردردهای خفیف و غیر میگرنی را ایجاد می کند. 7. شیرین کننده های مصنوعی. آسپارتام یکی از انواع شیرین کننده های مصنوعی است که استفاده از آن در تهیه غذا و نوشیدنی ها رایج است و جایگزین شکر می شود. بعضی از افراد از ابتلا به سردرد بعد از مصرف آسپارتام شکایت می کنند، اما بیشتر تحقیقات در این زمینه تأثیر کم یا ناچیز آسپارتام را بر سردرد نشان داده است. فقط چند تحقیق محدود برای بررسی اثرات منفی آسپارتام بر مبتلایان به میگرن انجام شده است. متاسفانه همین تحقیقات محدود با دقت کافی انجام نشده و به درستی طراحی نشدند، ولی نشان دادند که در بعضی از مبتلایان به میگرن مصرف آسپارتام می تواند بر سردرد تأثیر بگذارد. یکی از این تحقیقات نشان داده است که بیش از نیمی از 11 شرکت کننده بعد از مصرف مقدار زیادی آسپارتام سردردهای میگرنی را با تنوع بیشتری تجربه کردند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بعضی از مبتلایان به میگرن ممکن است نسبت به آسپارتام حساس باشند. 8. نوشیدنی های الکلی. نوشیدنی های الکلی یکی از قدیمی ترین محرک های شناخته شده برای سردرد و میگرن هستند. متاسفانه دلیل اصلی این تأثیر هنوز مشخص نیست. در واقع افرادی که میگرن دارن نسبت به افرادی که مبتلا به میگرن نیستن تمایل کمتری به نوشیدنی های الکلی نشان میدهند. با این حال نباید الکل را عامل اصلی تحریک سردرد بنامیم، ولی عواملی مثل هیستامین ها، سولفیت ها و فلونورید ها میتوانند از عوامل محرک سردرد باشند. صرف نظر از دلیل تأثیر نوشیدنی الکلی بر سردرد، تخمین زده می شود که این نوشیدنی ها می توانند در 10% از افراد مبتلا به میگرن تحریک کننده درد باشند. البته بیشتر مبتلایان به میگرن نیاز به کاهش مصرف نوشیدنی الکلی ندارند، ولی افراد حساس و مستعد سردرد برای کاهش ابتلا به سردرد باید مصرف نوشیدنی های الکلی را محدود کنند. 9. غذاها و نوشیدنی های سرد. بیشتر افراد سردردهای ناشی از خوردن بستنی شکایت می‌کنند. این قبیل سردردها بر اثر خوردن غذاهای یخی و سرد و نوشیدنی‌های خیلی خنک ایجاد می‌شود. این غذاها و نوشیدنی‌ها می‌توانند در برخی از افراد حساس چنین سردردهایی ایجاد کنند. در طی یک تحقیق از شرکت کنندگان خواستند تا یک تکه یخ را برای مدت 90 ثانیه بین زبان و سقف دهانشان نگه دارند تا تأثیر سرما بر سردرد مشخص شود. نتایج این تحقیق نشان داد که این تست موجب ایجاد سردرد در 74% از 76 نفر شدند که مبتلا به میگرن بودند و در آزمایش شرکت کرده بودند. از طرف دیگر 32% از افرادی که سردردهای میگرنی نداشتند با انجام این آزمایش سردرد را تجربه کردند. تحقیق دیگری نشان داد زنانی که در سال گذشته میگرن را تجربه کرده بودند در مقایسه با زنانی که در سال گذشته میگرن نداشتند با نوشیدن آب سرد 2 برابر بیشتر از دیگران دچار سردرد شده بودند. به این ترتیب مبتلایان به میگرن که بر اثر خوردن نوشیدنی ها و غذاهای سرد سردردشان تحریک می شوند باید از خوردن آنها اجتناب کنند. در آخر باید بهتون بگم که با وجود اینکه رژیم غذایی نمی تواند کسی را به میگرن مبتلا کند، ولی یکی از فاکتورهایی است که می تواند بر شدت و تنوع درد در افراد مبتلا به میگرن تأثیر گذار باشد.
در نتیجه اگر مبتلایان به میگرن متوجه تحریک سردرد بر اثر مصرف مواد غذایی خاص شدن، بهترین درمان برای آنها این است که مصرف آن را متوقف کنند یا به حداقل برسانند. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً با نظرها کامنتاتون به ما انرژی بدین. تا ویدیوهای بعدی ما در فارسی‌نت، خدا نگهدار.